همه ما روزانه تو صحبت کردنمون و نوشتنمون از تعداد زیادی جمله استفاده میکنیم. هر کدوم از این جملات از تعداد کلمه تشکیل شده. برای اینکه این جملات معنی داشته باشن باید بدونیم که کدوم کلمه رو باید کجای جمله استفاده کنیم. یعنی باید بدونیم کدوم کلمه فعله، کدوم کلمه اسمه، قید، صفت و و و و. موضوعی که امروز میخوام راجع بهش توی این ویدیو باهاتون صحبت کنم یکی از اصلی ترین و شاید مهمترین نکات در یادگیری زبان انگلیسی. انقدر این موضوع مهمه که نه تنها به شما کمک میکنه به گرامر زبان انگلیسی مسلط بشید، بلکه تو مهارت‌های چهارگانه ریدینگ، رایتینگ، اسپیکینگ و لیسنینگ هم حتما به شما کمک میکنه. امروز توی این ویدیو میخوام راجع به انواع کلمات در زبان انگلیسی یا همون اقسام کلام یا اجزای کلام یا به انگلیسی پارتس آف اسپیچ باهاتون صحبت کنم. اگه شما هم جز افرادی هستید که هنگام صحبت کردناشون یا هنگام نوشتناشون سردرگم میشن، نمیدونن کدوم کلمه رو کجای جمله باید بذارن، حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. زبانیام، مرجع آزمون‌های زبان انگلیسی. سلام، من رسول هستم و به زبانیام خوش اومدید. من هر هفته ویدیوهای منتشر میکنم که به شما کمک میکنه لغات کاربردی، اصطلاحات روزمره و نکات مهم گرامری رو یاد بگیرید و البته تلفظتون رو هم بهتر کنید. اگه به این موضوعات علاقه‌مندید یادتون نره که عضو کانال زبانیام بشید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگه اون زنگوله کنارش رو هم بزنید شما رو از انتشار جدیدترین ویدیوهای ما مطلع میکنه. حالا بریم سراغ اجزای کلام. درک درست اجزای کلام یعنی درک درست ساختار جمله، یعنی اینکه شما یاد گرفتید که گرامر چطور داره کار میکنه. اصلا قرار نیست تو این ویدیو با کلمات و قلمبه سلامه خستتون کنم، بلکه مطمئنا همه اینا رو خودتون میدید. من فقط بهتون کمک میکنم تا یه مایند مپی داشته باشید، این دانشتون رو کنار هم بذارید تا دقیقا بفهمید اجزای کلام چیه و چطور داره کار میکنه. خب قبل از اینکه شروع کنم یه سوال ازتون بپرسم، شما میدونید انواع کلمات در زبان انگلیسی چند تاست؟ یا بذاریم بهتر بپرسم، اگه قرار باشه تمام کلماتی که در زبان انگلیسی قرار داره در دستبندی های قرار بگیره، شما میتونید حدس بزنید که تعداد این دستبندی ها چند تاست؟ میتونید اسم چند تاشون رو بگید؟ اگه این سوال رو گوگل کنید میبینید که خیلی ها به این سوال جواب دادن. اعداد متفاوتی هم هست، اما بیشتر افراد به این سوال گفتن 8، یعنی 8 دستبندی مختلف برای کلمات در زبان انگلیسی وجود داره. اما این کاملا غلطه. باید بهتون بگم که 9 دستبندی برای کلمات در زبان انگلیسی وجود داره که من در ادامه این 9 دستبندی رو براتون میگم و همه این 9 دستبندی ها یادتون باشه همه این 9 دستبندی ها از نظر معنا و کاربرد مستقل و مجزا از یکدیگر هستن. بریم این 9 دستبندی رو با هم مرور کنیم. خب دستبندی اول اسم ها یا نامز هستند. اسم ها کلماتی هستند که برای نامیدن اشخاص، اشیا، اماکن و حیوانات به کار میرن. مثلا پن، کات، دور، سکول، الی، جان، هاسپیتال، همه اینها اسمن. حتی از اسمها برای مفاهیم انتزاهی و موضوعات انتزاهی هم استفاده میشه، مثل هپینس، سدنس، ایدیا و تایم. همه اینایی هم که گفتم بازم اسمن. نکته مهمی که راجع به اسم هست اینه که خود این اسم ها نام ها در زبان انگلیسی 3 دستبندی مختلف دارن. یه اسم میتونه ابسترکت باشه یا کانکریت باشه. به اسم ابسترکت میشه اسم انتزاعی و به اسم کانکریت میان غیر انتزاعی. مثلا دور یه اسم کانکریته، یه اسم غیر انتزاعیه، یه اسم فیزیکیه، یعنی شما اون رو لمس میکنید و میبینید. اما پاور به معنی قدرت یه اسم ابسترکته، یه اسم انتزاعیه، یعنی شما نمیتونی قدرت رو ببینی بلکه درکش میکنی. دستبندی دوم جنرال ورسس پراپر نن، اسم عام در برابر اسم خاص. مثلا دسک یه اسم عامه، اما کانادا یا ایران یا جان، اینا همشون اسم های خاص هستن. دستبندی سومی که برای اسم‌ها در زبان انگلیسی وجود داره countable versus uncountable noun هست، اسم قابل شمارش در برابر اسم غیر قابل شمارش. مثلا پن یه اسم قابل شمارشه، اما رایس، میت،
information، همه اینها اسم غیر قابل شمارش هستن. در زبان انگلیسی برای اینکه بتونیم به گرامر تسلط پیدا کنید، ما با این دسته سوم اسم ها سر کلت میزنیم. یعنی باید ببینید هر اسمی رو که از این به بعد دارین یاد میگیرید اسم قابل شمارشه یا اسم غیر قابل شمارش. الان من راجع به چرایی صحبت نمی کنم، به این دلیل که اگه قرار باشه چراییشو بگم که چرا این دسته برای من مهمه، من ساعت ها راجع به گرامر باهاتون صحبت کنم. اما از این به بعد برای خودتون هر وقت دارین یک اسم جدید رو یاد میگیرید، حتما برید تو دیکشنری سرچش کنید که آیا اسم قابل شمارشه یا غیر قابل شمارش. و یه نکته طلایی هم بگم، نکته ای که در دوره گرامر جامعه میکرو طبقه بندی همون اول کار به زبان آموزان و دانشجوان میگم، اسم ها سه نقش گرامری اصلی دارن. فاعل جمله میتونن باشن، مفعول فعل میتونن باشن و مفعول حرف اضافه. به این جمله دقت کن. جان took the dog for a walk. نها کنین، جان یه اسمه و فاعل جمله است، the dog یه اسمه و مفعول جمله است، object. a walk یه اسمه و دوباره مفعوله، اما مفعول حرف اضافه. احتمالا با کلمه مفعول حرف اضافه الان داری داشته میشید. نها کنین، اینا نقشای گرامری هستند که تو گرامر ساختاری و اینکه بر ساختار جمله مسلط بشید خیلی اهمیت دارن. خب حالا بریم سراغ دسته‌بندی دوم. دسته دوم کلمات ضمایر هستند، pronouns. ضمایر کلماتی هستند که به جای اسم در جمله به کار میرن و ما رو از تکرار چند باری اسم بی‌نیاز میکنن. مثلا به این چند جمله دقت کنید. Ali is my teacher. Ali teaches English. I like Ali very much. به جای اینکه هی علی رو تو جملهمون تکرار کنیم، میتونیم از ضمایر استفاده کنیم. به جایش میتونیم بگیم علی is my teacher. He teaches English. I like him very much. ببینید هم جمله قشنگتر شده، هم بیانش ساده تر شده. He, him, I, myself, ourselves، همه اینها ضمایر هستند. اما میدونید چرا انواع ضمیرها در زبان انگلیسی وجود داره؟ چند لحظه راجعش فکر کنید. جواب خیلی ساده است. اگه یادتون باشه همین چند ثانیه پیش من گفتم که ضمیر کلمه‌ای که جانشین اسم میشه و قبلترش گفتم که اسمها نقش‌های گرامری متفاوتی در جمله ایفا میکنن. مثلا یک اسم میتونه فاعل جمله باشه. حالا اگه قرار باشه ضمیری بیاد به جای این فاعل بشینه، باید از ضمیر فاعلی استفاده بشه. یک اسم میتونه مفعول جمله باشه و اگه قرار باشه ضمیری به جای این بیاد، باید ضمیر مفعولی بیاد. حتی از اسمها برای نشون دادن مالکیت استفاده میشه، مثل Mary's book. به جاش میتونیم از ضمیر ملک استفاده کنیم که میشه hers. پس یادتون باشه دلایل این که ضمایر مختلفی در زبان انگلیسی وجود داره به این دلیل که اسمها نقش گرامری متفاوت دارن، بنابراین ضمایری باید جایگزین این نقش گرامری متفاوت بشن. حالا بریم روی دسته سوم. دسته سوم صفت ها هستن، adjectives. صفت ها کلماتی هستن که راجع به اسم توضیح میدن. A tall man صفتش کدومه؟ آفرین، tall. A big door صفتش کدومه؟ آفرین، big. A nice car صفتش کدومه؟ nice. خب tall, big, nice همگی صفت هستن که برای توصیف اسمای من، دور و کار به کار میرن. اوکی شد. یه سوال من بپرسم ازتون، با توجه به این سه مثالی که شما به من گفتید صفتاش کدومن، جایگاه صفت کجاست؟ درسته صفتها قبل اسم به کار میرن. اوکی شد. اینو یادتون باشه. پس اولین جایگاه صفت اینه که صفتها برای توصیف اسم و قبل از اون به کار میرن. صفت یه جایگاه دیگه هم داره که عجله نکنید، جلوتر بهتون میگم. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، گاه هم ممکنه که برای توصیف یک اسم از چند تا صفت استفاده کنیم. ما چند نوع صفت در زبان انگلیسی وجود داره و میتونیم ازشون استفاده کنیم. برای توصیف یک اسم ممکنه که از چند تا صفت هم استفاده کنیم. اوکی؟ خب وقتی میخوایم از چند صفت برای یک اسم استفاده کنیم،
پس و پیش شدن صفت ها مهمه، جایگاه صفت ها مهمه. به این مثال دقت کنید: Five nice big old long blue Italian wooden chair. کدوم استدلال توصیف میشه؟ آفرین، همه این صفت ها دارن چر رو توصیف میکنن. اما توالی رو یاد بگیرید. من الان صفت ها رو با یه توالی درست براتون نوشتم. 5 صفت کوانتیتیه، یعنی مقدار رو داره نشون میده. نایس صفت کوالیتیه، کیفیتش رو داره نشون میده. بیگ صفت سایزه، اندازه رو داره نشون میده. اولد برای ایج، سنش رو داره نشون میده. لانگ شیپ، شکلش رو داره نشون میده. بلو کالره، رنگش رو داره نشون میده. ایتالیان داره میگه از کجاست، اوریجین رو نشون میده. و آخریش وودن متریاله که داره نشون میده از چه جنسیه. همه اینها دارن چه رو توصیف میکنن. بنابراین این توالی رو یادتون باشه، هر وقت قراره چند تا صفت رو برای یک اسم استفاده کنید، مهمه که پس و پیش اونها رو بدونید و اونها رو با یه توالی درست استفاده کنیم. بریم برای دستبندی چهارم. دستبندی چهارم افعال هستن، verbs. فعل کلمه‌ای که انجام کاری رو نشون میده، مثل to walk راه رفتن، to go دویدن، to speak صحبت کردن، که بهش میگن action verbs. و دسته از افعال هم هستن که داشتن حالتی رو نشون میده که به انگلیسی بهش میگن state of being. فعل ها بسیار 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 تو زبان انگلیسی مهمن، به این دلیل که هیچ جمله‌ای وجود نداره مگه اینکه توش از فعل استفاده شده. اگه خیلی ساده و خیلی کوتاه بخوام دستبندی فعل ها رو براتون بگم، اینجوری میشه. فعل ها دو دستبندی اصلی دارن. فعل های اصلی main verbs و فعل های کمکی helping verbs. اول بریم سراغ فعل های کمکی چون کوتاه هستن. فعل های کمکی دو دستبندی دارن، modals و auxiliary. فعل can, could, shall, should, may, might، از این فعل هایی که شما بلدید، اوکیه، بهش میگن مودال. مودال چرا بهش میگن مودال؟ چون یک مود، یک حالتی رو به فعل اصلی اضافه میکنه. مثلا I can go، من میتونم برم. فعل مودال can میتونه تونستن رو به اون فعل اصلی اضافه کنه. اما یه دستبندی دیگه هم برای فعل کمکی هست که بهش میگن auxiliary. سه تا بیشتر auxiliary تو زبان انگلیسی وجود نداره: do، be و have. احتمالا مثلا کلمه present progressive رو شنیدید، حال استمراری. برای اینکه حال استمراری بسازیم چجوری میگیم؟ میگیم to be به علاوه verb به علاوه ing. مثلا I'm going، نها کنیم be توش وجود داره. اینها do، be، have فقط به فعل اصلی اضافه میشن تا اون فعل رو یا منفی کنیم یا یه اسپکتی به فعل اضافه کنیم، یعنی یا مثلا پروگرسیوش کنیم، استمراریش کنیم، یا پرفکتش کنیم که کاملش کنیم. الان راجع به این که پرزنت پروگرسیو چیه یا پاست پرفکت چیه نمیخوام براتون صحبت کنم، فقط دارم ذهنتون رو باز میکنم که اگه بی به علاوه ورب به علاوه آی‌ان‌جی دیدین، به این بیه میگن آگزیلری. اوکی شد تا اینجا؟ خب بریم سراغ دستبندی ها. پس helping verb ها شدن modal و auxiliary ها. با modal ها و auxiliary ها آشنا شدیم. حالا main verb ها چیه؟ همون اول داشتم توضیح میدادم راجع به فعل، گفتم که فعل ها یا داشتن حالتی رو نشون میدن یا انجام کار. فعلی که انجام کاری رو نشون میده بهش میگن action verbs، و فعلی که داره یه حالتی رو نشون میده بهش میگن استیتیو ورب. اما یک کم کامل ترش به اون فعل ها میگیم فعل های ربطی یا لینکینگ ورب. یه مثال براتون بزنم، مثلا feel، seem، look، appear، taste، smell، همه اینها فعل ربطی ان. اوکی شو. اما فعل های که داره حرکت رو نشون میده، فعل هایی که اکشن رو نشون میده، هن خودشون دو دسته دارن. یا فعل ها به مفعول نیاز داره که بهش میگن ترانزیتیو. مثلا I send my book، من کتابم فرستادم. یا اصلا به مفعول نیاز نداره که بهش میگن این ترانزیتیو. I arrived، رسیدم.
اوکی شد. خب یه نکته رو بهتون بگم تا دستبندی بعدی رو براتون معرفی کنم. فعل‌های ربطی یا لینکینگ ورب ها خیلی برامون مهمن. به این جمله دقت کن. My teacher is very kind. خب اینجا is یه فعل ربطیه. چیزی که بعدش استفاده شده صفت kinde. یکم برگرد عقب‌تر، گفتم که صفت‌ها یه جای دیگه هم استفاده میشن. اینجا کجا بود؟ برای توصیف اسم استفاده میشدن قبل اسم. جای دوم کجاست؟ بعد فعل‌های ربطی. وقتی یه فعل ربطی داری حتما باید بعدش از اسم یا یه صفت استفاده کنی. اوکی شد؟ حالا بریم سراغ دسته پنجم. دسته پنجم قیدها هستند. adverbs. قید کلمه‌ای که میاد فعل رو توصیف میکنه، یعنی اینکه بیان میکنه چطور کسی چیزی رو انجام میده. مثلا she spoke loudly. چطور صحبت میکنه؟ خیلی بلند صحبت میکنه. پس loudly یه قید برای توصیف فعل spoke. یا my students walk quickly. چطور راه میرن؟ خیلی سریع راه میرن. quickly یک قیده که میاد فعل walk رو توصیف میکنه. تا اینجا اوکی شد؟ علاوه بر این که قیدها میان فعل رو توصیف میکنن در جمله، جالبه بدونید که یه قید میتونه یه صفت رو توصیف کنه. مثلا here is too cold. too یه قیده که میاد صفت cold رو توصیف میکنه. اینجا خیلی سرده. یه کار دیگه هم حتی میتونه قید انجام بده. قید میتونه یه قید دیگر رو هم توصیف کنه. به مثال آخرم دقت کن. My grandfather speaks very slowly. very یه قیده که میتونه قید slowly خیلی آهسته رو توصیف کنه. حالا جالبه بدونم بهتون بگم که این slowly میاد چی رو توصیف میکنه؟ speak رو توصیف میکنه. پدرم چطور، پدر بزرگم چطور حرف میزنه؟ آهسته حرف میزنه. آهسته حرف زدنش چجوریه؟ خیلی آهسته است. گرفتیم؟ پس یه قید میتونه فعل رو توصیف کنه، یه قید میتونه صفت رو توصیف کنه و یه قید میتونه حتی قید دیگر رو توصیف کنه. بذارید این مطلب رو یه جوری دیگه بهتون میگم که کاملا براتون قابل درک باشه. صفت ها و قید ها کار اضافه کردن اطلاعات رو به جمله انجام میدن. چند دقیقه قبل گفتم که صفت اسم رو توصیف میکنه، پس کار صفت کاملا مشخص شد. هر چیزی که به غیر از اسم میمونه، یعنی خود صفت ها، قید ها و فعل ها، این وظیفه غیره که اطلاعاتی رو به اونها اضافه کنه. یه نکته دیگه هم بگم و قید ها رو با هم تمومشون کنیم. خب قید ها هم مثل صفت ها انواع متفاوتی دارن که فقط الان ما براتون نام میبرم. قید زمان، قید مکان، قید حالت، قید تکرار، قید تأکید، اینا همه انواع قیدها هستن. خود قیدها پس و پیش شدنشون، توالیشون کنار هم مهمه، اما چون نمیخوام این ویدیو طولانی بشه حتما توی یه ویدیو جدا مفصل راجع به قیدها، توالیشون و انواع اون باهاتون صحبت میکنم. بریم دسته ششم رو با هم مرور کنیم. دسته ششم حروف اضافه یا پرپوزیشن ها هستن. پرپوزیشن ها یا هم حروف اضافه قبل اسم، عبارت اسمی و یا ضمایر در جملات به کار میرن و جالبه بدونید که معمولا حروف اضافه معنی خاصی رو به جمله اضافه نمی کنن. اما چرا پس تو جمله استفاده میشن؟ دو کاربرد خیلی مهم دارن. یک، حروف اضافه برای نشون دادن مکان مثل at the hospital at، زمان مثل on Thursday on، و حرکت مثل towards the bus station towards استفاده میشن. پس این برای که اینا رو نشون بدیم معمولا از حروف اضافه استفاده میکنیم. یک کاربرد خیلی 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 مهم دیگه هم اینه که حروف اضافه اسم، ضمیر یا عبارت اسمی رو به بقیه جمله اضافه میکنه. مثلا به این جمله دقت کنید. It depends on the cost. حرف اضافه on عبارت اسمی دکاست رو به فعل depend اضافه کرده، یعنی اینجوری یه ارتباطی رو بین این دوتا قرار داده. برای همین خیلی مهمه که ما از حروف اضافه درست استفاده کنیم. جا
جالبه که بدونید حروف اضافه خیلی ساده و همونطور که گفتم معنی خاصی ندارن، اما شناسایی حروف اضافه خیلی به ما تو تسلط پیدا کردن به ساختار جملات و گرامر زبان انگلیسی، مخصوصا گرامر ساختاری، کمک میکنه. حالا که حروف اضافه رو یاد گرفتیم، وقتشه که بریم سراغ دستبندی بعدی. خب دستبندی هفتم حروف ربطه که به انگلیسی بهش میگن connectors یا conjunction. حروف ربط اصولا میاد دو تا چیز رو به هم وصل میکنه. به این مثال دقت کن: I like cake and ice cream. اینجا حرف ربط and دو کلمه رو به هم چسبونده، cake و ice cream رو. بعدی: She is very hard working but not very creative. اینجا حرف ربط but اومده دو تا عبارت رو به هم وصل کرده، very hard working not very creative. و بعدی: The journey was quite quick because the road was clear. حتی حرف ربط میتونه دو تا جمله واره رو به هم وصل کنه. اینجا حرف ربط because اومده جمله واره اول رو به جمله واره دوم وصلش کرده. تو دوره گرامر ساختاری که تو گرامر میکرو طبقه بندی برای تو سایت زبانیام گذاشتم، که الان این اسمش هم اینجا برات میارم که بری به سایتم یه سر بزنی، سعی کردم همه اینها رو خیلی منظم، منسجم و کاملا مربوط به هم برات توضیح بدم. بعد نیست که اونا رو هم نگاه کنیم. خب اگه دستت اومده که کنکتر و کنجانکشن چیه، بهتره بریم سراغ دستبندی بعدی. دستبندی هشتم همون دستبندی که خیلی نمیشناسنش یا اصلا چیزی راجبش نمیدونن، که بهش میگن determiners. determiners که به فارسی بهش میگن وابسته پیشرو اسمی. اول بیام یکم راجبش صحبت کنم، بعد وارد انواع determiner ها بشم. ناکنی همونطور که از اسمش مشخصه وابستن، یعنی تنها نمیان. به چی وابستن؟ به اسم ها وابستن. خب قبل اسم یا بعد اسم؟ پیشروه، پس قبل اسم میاد. پس یادت باشه که دیترمینرز ها وابسته های پیشرو اسمی غالبا تنها نمیان و وقتی با اسم میان که قبل اسم قرار بگیرن. اوکی؟ مثلا اینجا نگاه کن، a book. book که میدونی اسمه، a یه وابسته پیشرو اسمیه، دیترمینره. each student، student یه اسمه، each یه دیترمینره، وابسته پیشرو اسمیه. تنها نمیان، پیشرو ان، قبل اسمیان. اوکی؟ مثل صفت که انواع مختلف داره، مثل قید که انواع مختلف داره، وابسته پیشرو اسمی دیترمینر ها هم انواع متفاوتی دارن. نگاه کنید آرتیکلز مثل ا ان د، اینا وابسته پیشرو اسمی ان، یعنی آرتیکل ها یه دیترمینر، یه نوعی از دیترمینر ها هستن. پوزسیو ادجکتیو مای بوک، your book، my، your، اینها وابسته پیشرو اسمی هستند. demonstrative adjective صفت اشاره، this book، that book، that، this، اینا وابسته پیشرو اسمی هستند. distributives each book، both book، each، both، اینا کلمات توضیح کننده یا دیستریبیوتیو هستن. دیفرنس ورد که کلمات بیان تفاوت هستن، مثلا آدر بوک، آدر، انادر بوک، انادر، اینا کلمات بیان تفاوتن. نمبرها چه کاردینال، چه اوردینال، چه اعداد ترتیبی، چه اعداد شمارشی، 2, 3, 4, 1، اینا جزء دیترمینر ها هستن. و آخرین زیر مجموعه دیترمینر ها کوانتیفایر یا کمیت سنج ها هستن، مثل all، all books، مثل some، some tea، و خیلی از کوانتیفایر های دیگه، همشون زیر شاخه دیترمینر ها هستن. و سریع بگم: article، حروف تعریف، possessive adjective، صفت ملکی، demonstrative adjective، صفت اشاره، distributive، کلمات توضیح کننده، difference words، کلمات بیان تفاوت، numbers، اعداد، و quantifiers، کمیت سنج. همه اینها وابسته پیشرو اسمی و دیترمینر ها هستن که همراه اسمیان. حالا که با این گروهی که خیلی بلد نیستن شما آشنا شدید، بریم آخرین دسته از کلمات در زبان انگلیسی رو با هم مرور کنیم. دسته نهم دسته ای که اصلا برامون مهم نیست، به این دلیل که
کاملا از ساختار جمله جدا دارن عمل میکنن و از لحاظ گرامری اصلا اهمیت نداره. به این دسته میگن interjection یا اسم صوت یا حرف صوت یا اسم ندا. مثلا واو برای بیان تعجب، یامی وقتی چیزی خوشمزه است، یاک وقتی چیزی بدمزه است، یا اوش برای درد ناگهانی استفاده میشن. اصلا از اینترجکشن ها استفاده میکنیم تا احساسات ناگهانیمون رو بروز بدیم. دقت کنین که از لحاظ گرامری اصلا به ساختار جمله مربوط نیستن. حالا که با این 9 دسته آشنا شدین در زبان انگلیسی، از این به بعد هر جمله‌ای رو که میبینید ببینید این کلمه چه نوع کلمه‌ایه و در کدوم یکی از این 9 دسته قرار میگیره. در ادامه هم دو تا ویدیو براتون معرفی میکنم که به نظرم به این ویدیویی که الان دارید میبینید مرتبطه و به یادگیری زبان انگلیسی به شما کمک میکنه. هر سوالی هم که داشتید لطفا برام کامنت میکنیم، متشکر میشم که تا آخر این ویدیو رو ببینید، اون رو لایک کنید و من رو از نظرات خودتون آگاه کنید. خدا نگهدار.